حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما میشن. آقای علیزاده، تحلیل شما از این واکنش جدید وزارت خارجه چه هست؟ از یک طرف از زیاده خواهی های آذربایجان صحبت میکنه و اظهارات رو غیر سازنده میدونه و از طرف دیگه میگه که رسانه ها روابط تهران باکو رو نباید تحت تاثیر قرار بدن. خب این همان زبان دیپلماتیکه که نه امروز بلکه همیشه استفاده می شده، نه توسط ایران بلکه توسط همه کشورها، در شرایطی که شرایط سالم و پایدار نیست هر صحبتی می توانه منجر به تنش بیشتر بشود. اینجا اون زبان دیپلماتیک به کار گرفته می شود که در این حال پیام خودتان را برسانید، در این حال دو پهلو صحبت کرده باشید، در این حال سعی کنید مصرف داخلی داشته باشه و در این حال پیام رو به طرف تنش آفرین هم انتقال داده باشید. لذا این زبان بسیار به کار برده می شه، مانند دوران جنگ ایران و عراق از این گونه به اصطلاح جمله پردازی و وردینگ استفاده می شده. و ما آنچه که مهم هست این که یک سویه این صحبت آقای امیر عبداللهیان این است که به اصطلاح تنش‌های لفظی در ایران تا اونجا بالا گرفته نشود که دیگه شاید کنترل نشه کردش. به هر حال می دونیم که همه ابزارها دست دولت نیست، رسانه ها مردم خودشون واکنش نشون میدن. از سوی دیگر سخن او با باکوست که حرفا رو ما به شما منتقل کردیم، شما زیاده خواه هستید و مثلا خب این زیاده خواهی آقای علیزاده، اگر فرض کنیم که این گفته حقیقت داره در بخشی از همون گفته دیپلماتیک که شما میگید، اینکه باکو زیاده خواه است، الان یک رزمایش داره برگزار میکنه تو دریای خزر، چند روز پیش با ترکیه یک رزمایش برگزار کرد توی منطقه قفقاز، خب پاسخش این که شما زیاده خواهیده یعنی همینقدر کافیه برای این مقدار از عملیات های مختلف؟ قطعا این چنین نیست. قطعا اینجا همون بحث میدان و دیپلماسی است. یعنی اگر قرار هستش که وزیر امور خارجه کشوری صحبت بکنه، این ابزارش چیزی نیست جز یک زبان. اما اونجاست که مثلا قدرت نظامی آن کشور هم طبیعتا نقش ایفا میکنه. اینکه در دیپلماسی بین المللی او چقدر جایگاه داره، چقدر متحد استراتژیک داره، چقدر با قدرت‌های دیگر همپیمان شده، عوامل متعددی، صرفاً لفاظی که کافی نیست. اما آنچه که مهم هست، مثلا الان یک حوزه تنش دریایی وجود داره بین ایران و تهران و باکو به دلیل اینکه ایران تقسیم بندی رژیم دریایی خزر رو نپذیرفته و بخشی از اون رو باکو میگه که متعلق به من. سالهای پیش هم گروه های حفاریشون رو آمده بودن، میخواستن این کار رو بکنن، نیروی دریایی ایران رفتش و بلافاصله گفتش که از این منطقه خارج بشید و خارج شدن. اما ادعای باکو به جای خودش باقی است. یکی از نشانه هایی که میخوام بگم اشاره آقای امیر عبداللهیان هست به زیاده خواهی، در تعبیرش که گفته زیاده خواهی، اشاره به همین اختلاف حوزه دریایی خزر هستش و البته مسائلی مانند اینکه جغرافیای منطقه در همون منطقه زنگزور اگر بخواهد عوض بشود. در هر حال روشن هستش که شرایط سالم و پایدار و دوستانه دیگر نیست و وارد دوره از نوعی تنش با باکو شدیم. اینکه این تنش چقدر کنترل می شود، این که تنش چقدر شتاب پیدا می کند، اینها مسائلی است که به دو کشور برمیگرده و البته زبان آقای امیر عبداللهیان زبان دیپلماتیک بود تا اینکه شخصا بر آتش این تنشی که شکل گرفته نیفزوده باشه. سپاسگزارم از شما. یک